خبر فوری، مقامات بلند پای امنیتی به ولایت بلخ رفتند. دوستان عزیز سلام، با یکی از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارش ها حاکی است که مسئولان بلند پایه امنیتی و دفاعی کشور صبح امروز یکشنبه به ولایت بلخ در شمال کشور رفتند. با گزارش خبرگزاری دید، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندراوی سرپرست وزارت داخله و متین بیگ رئیس ارگانهای محلی به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایات شمالی کشور به مزار شریف رفتند. برخی گزارش ها حاکی است که این مقامات شامگاه روز گذشته به مزار شریف مرکز ولایت بلخ سفر نمودند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت لحظات قبل مسعود اندرابی، اسدالله خالد، دکتر حمدالله محب و متین بیگ وزرای دفاع، داخله، مشاور امنیت ملی و رئیس ارگانهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان وارد ولایت بلخ شدند. گفته می شود هدف این سفر بررسی وضعیت عمومی امنیتی و بهبود حکومتداری خوب ولایات شمال می باشد. قرار است این مقامات امنیتی در این سفر با والیان، شوراهای نظامی، ولسوالها، بزرگان شوراهای انکشافی، علما، زنان، جامعه مدنی و جوانان ولایات شمال به طور جداگانه دیدار نمایند. این در حالی است که عطا محمد نور طرح صلح فراگیر برای افغانستان را ارائه کرده است. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در اقدام تازه برای تامین صلح سرتاسری و فراگیر در کشور طرح را با عنوان طرح صلح فراگیر برای افغانستان به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه کرده است. این طرح شامل 3 فصل، عناوین فرعی و در نزدیک به 30 صفحه ارائه شده است. با گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان طرح را برای تامین صلح فراگیر، ایجاد دولت ملی، تعدیل قانون اساسی و مشارکت تمام احزاب و جریان‌های سیاسی به شمول گروه طالبان با عنوان طرح صلح فراگیر برای افغانستان ارائه کرد. این طرح شامل 3 فصل، نزدیک به 30 عنوان و محتوای جامع برای تامین صلح در افغانستان است. در فصل اول این طرح که به 2 زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده، روی موضوعات زیر پرداخته است. فصل اول طرح شامل 2 بخش است: ریشه های بحران افغانستان و بازیگران مؤثر در بحران، که هر دو بخش شامل 2 بخش فرعی دیگر است. فصل دوم طرح یک بخش بوده که دارای عناوین همانند مذاکرات بین الافغانی، الزامات و پیشرت ها، میکانیزم های روند مصالحه، مشارکت سیاسی، نهادهای غیر قابل معامله با طالبان، تضمین های بین المللی، مفاد مذاکرات مصالحه ملی، میکانیزم زمانبندی و دوره‌بندی، خل صلاح عمومی و ملکی سازی، توافقنامه آشتی عمومی و تامین عدالت، تدویر لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی، انتخابات و انتقال قدرت به حکومت منتخب است. همچنان فصل سوم طرح ارائه شده برای صلح فراگیر از جانب آقای نور شامل 2 بخش است که در بخش اول آن دارای 4 بند و بخش دوم آن نیز دارای 2 بند است.
این طرح در نزدیک به 30 صفحه و در 2 زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده و در آن موانع و چالش های فرارای صلح و میکانیزم های رسیدن به یک صلح پایدار به صورت اساسی و همه جانبه بررسی شده است. توافق نامه آشتی عمومی و تامین عدالت. پروسه مصالحه نه صرفا به معنی آشتی طالبان با دولت بوده، بلکه بخش اعظم آن آشتی طالبان با همه جریان ها و جناح‌های مختلف و جذب آنها در جامعه و عنوان اعضای مسئولیت پذیر جامعه می باشد. برنامه مصالحه و ملکی سازی مشترکا توسط دولت افغانستان و جامعه جهانی که طالبان نیز شریک آن هستند باید به گونه پیش برده شود که گروه طالبان احساس مسئولیت نموده و به راحتی جذب پروسه ملکی سازی شوند. در این میان دولت وظیفه دارد که برای اعضای ادغام شدن گروه طالبان زمینه آموزش های حرفوی مدنی را فراهم سازد. جریان آغاز رهایی طالبان در یک پروسه اعتماد سازنده مربوط به قطع ارتباط آنها با نهادهای نظامی و امنیتی منطقه بوده و رهایی زندانیان از قاعده به رأس صورت گیرد. طالبان باید مسئولیت کنترل اعضای رها شده را داشته باشند تا جذب شبکه‌های تندرو دیگر مثل القاعده و داعش نگردند. نهادهای استخباراتی افغانستان و نهادهای ضد تروریستی ائتلاف باید در تدوین فهرست آزاد شوندگان همکار باشند. لویه جرگه جدا از ماموریت اصلی خود جهت تعدیل قانون اساسی افغانستان به نمایندگی از مردم برای همه طرف ها و طالبان تقاضای عفو و به منظور آشتی ملی را از دولت عبوری می نمایند و به نمایندگی از ملت افغانستان هم دیگر بخشی و فراموشی ملی را از مردم افغانستان درخواست نمایند. این توافق نامه با مقصد صلح پایدار در جامعه بحران زده افغانستان باید میان حکومت، احزاب سیاسی و گروه طالبان با ضمانت‌های بین المللی به امضا برسد. برای استمرار صلح و مدیریت روند صلح سازی که منجر به صلح دائمی و پایدار در کشور گردد، لازم است که پروسه مصالحه با حضور و مشارکت طرف های ذی‌دخل و جبهات متخاصم روی دست گرفته شود. بازیگران داخلی افغانستان به گونه عادلانه با تنوع قومی و فرهنگی به رسمیت شناخته و از قربانیان جنگ دلجویی صورت بگیرد. از این بابت توافقنامه سیاسی باید با محتوای آتی تزیین و تنظیم شود. این در حالی است که شماری از رهبران سیاسی برای توحید نظریاتشان در رابطه به صلح و چگونگی آغاز مذاکرات بین الافغانی نشستی را در کابل برگزار کردند. در این نشست محمد محقق، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله رئیس اجرایی، محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، باتور دوستم، حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح، حامد گیلانی، جمعه خان همدرد و شماری از سیاسیون دیگر شرکت داشتند. این رهبران سیاسی پیرامون ضرورت و چگونگی آغاز مذاکرات بین الافغانی، راهکارهای رهبری روند صلح و ترکیب هیئت مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرده و تاکید کرده که از فرصت پیش آمده در روند صلح باید استفاده درست شود. آنان تاکید کرده که نظریات سیاسیون باید در قالب یک طرح جمع‌آوری و در مدت یک هفته ارائه گردد. رهبران سیاسی بیان داشتند که در روند صلح باید از تمامی فرصت ها استفاده شود. این نشست در حال برگزار شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هفته گذشته در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت که حامد کرزی و دکتر عبدالله یک صفحه طرح مدون برای صلح در کشور ندارند.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از تازه‌ترین و داغ‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود بیشتر برنامه‌های بعدی ما، نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.